خود اصلا اون صلات یا اقم الصلات که میگیم، گفتیم مقیم شدن در یک اتصال است. درست در اصل گفتیم این ماجرا بوده و اونم خودش یه اتصال است. و همینطور که در حلقه ها و اتصال های مختلف ما چیزهای مختلفی دریافت میکنیم، توی اینجا هم برای خودش قرار بوده و هست، خب، که دریافت های خاص خودش رو داشته باشیم و از ظاهر به باطن یه سری چیزهایی برسیم، کمان که در حلقه‌های دیگه هم هر کدوم از ظاهر به باطنی میرسیم. اینا قرار بوده که این کارها انجام بشه که بعد به تدریج یواش یواش شده اقرا الصلات، شده خوندن و بعد یواش یواش هم گفتن که انجام وظیفه است، رفع تکلیفه، بعد گفتن خب من رفع تکلیف کردم دیگه. لذا از کیفیتش چی شده؟ الان دیگه کیفیت، در واقع کیفیت مطرح نیست. کسی از کسی کیفیت این ماجرا رو طالب نیست. کسی نشنیده. مثلا بگن خوندی با چه کیفیتی؟ بعضن میگه خوندی خط، یه خط میگه که تیک میزنه که بله ما امروز بدهیمونو دادیم. درست شد یا نه؟ بنابراین این قضیه حالا وقوف بر اینی که چی میگیم، چی داریم میگیم، چطوریه، خب خودش یه ماجرایست. اصولا انسان کاری رو که میکنه، حالا تا زمانی که انجام نمیداد یه ماجرا بود، حالا که متقاعد شده انجام بده، خب یه ماجرای دیگه پیش میاد که مرتبا تو بحث ارتقای کیفیتش مسلما حرکت میکنه. و اینه که اگه نمیدونست بیعت پیمانه، خب بدونه. حالا تو این زمینه زیادم نبایستی مطلق، اونطور که شما فرمودین مطلق نیست، نسبیه. و داره میایم امروز آگاهیمون نسبت به اون چی که میخوایم بگیم یا اتصالی که میخوایم برقرار بکنیم نسبت به دیروز بیشتره. همین برای ادامه اکتفا میکنه که در واقع یک مثلا کاری خطی و مرده نباشه، که گفتیم این عبادت مرده، بلکه چی باشه؟ بلکه یه چیزی باشه، عبادت زنده باشه. ممکنه که راجع به ایاک نستعین شما 5 سال فقط تفکر داشته باشید، ولی تا زمانی که تفکر دارین توی خط سعودی هستیم. ولی وقتی به تفکری پشتی نیست، شما توی خط صاف قرار میگیریم. میگی قرار بوده اینو بگم که بگن گفت. لذا اینا با همدیگه فرق میکنه و ممکنه راجع به هر کدوم از این مسائل تو از ظاهرش به باطنش برسیم، چون تازه مفهوم لغوی یه چیده که پیمانه که تنها تو رو بپرستیم، ولی باطنش دوباره ماجراست. مثل الحمدلله گفتنش یه چیزه، شکر وجودیش یه چیزیه. چند نفر از دوستان شکر وجودی رو درک میکنند و دارنش؟ یعنی وجود لبریز از یک شکره. اینه، این ماجراست که از این ظاهره به باطنه انتقال پیدا شده. حالا وقتی این ماجرا پیگیری میشه، وجدآور، نشاطآور، ضد حزن و خیلی ما چیزای دیگه. درست شد یا نه؟ بنابراین مطلق نیست که شما به اصطلاح مطلقش میکنید. من که نمیتونم پیمانو به جا بیارم، ولی همینه که میدونید پیمانه و دارید راجبش روش کار میکنید، این زنده است، رهاش نکردید. به معنی که رهاش کردید میشه مرده. بله، اشکال در اینجا بود که زمانی که خیالمون راحت بود، اشکال در اینجا بود. یعنی خب خیلی ها عبارات و کار رو میکنن به صورت تشریفاتی، خودش خیالشون هم راحته. و اینه که چرا؟ چون الان گفتم، میگن گفتیم، خوندیم، گفتیم، تموم شد. این خیالشون که راحته، این خط صاف رو به خودشون اختصاص میدن. ولی وقتی به اصطلاح خیال از اون راحتی در میاد و متوجه میشیم که یه چیزی هست که باید پیداش کنیم،
چیه که باید پیداش کنیم، این خیال ما رو ناآرام میکنه. خیال ما ناآرام میشه، ما جوینده میشیم، طالب میشیم. این طالب بودن تحرک میاره، حرکت میاره. یعنی چیه که باید پیداش کنیم؟ لذا این حرکته که میگیم عبادت زنده رو به همراه آورده. حالا الزاماً این نیست که دو بار گفتیم، سه بار گفتیم فوراً هم پیداش بکنیم، ولی فعلاً پویایی داریم، فعلاً حرکت داریم، فعلاً میخواییم و طالبیم. تا طالب هستیم زنده ایم. وقتی از حرکت افتادیم، آب اگر راکت بماند بقیهش. اینو که شما میفرمایید کاملا میتونم براتون ترسیم بکنم چیه، الان نمیتونم بگم. ببینید یه مسئله است که شما ناگفته همه رو گفتید، یعنی به زبان نگفتید ولی مرور شد. اینا مراحلی داره، اینا یه مراحلی داره که الان نمیتونم این مراحل رو خدمتون بگم. ببینید بذار منتها اجازه بدین. ببینید یک بار هست که ما میگیم به اصطلاح زبان و دهان حرکت میکنه. خب حالا همین زبان و دهان حرکت میکنه، اگر در قلب جاری شد چی میشه؟ اگر در وجود جاری شد چی میشه؟ اگر توش غرق شدین چی میشه؟ این چند تا سوال مختلف که اگر اونه که در غرق شد توش بیایم صحبت بکنیم، اون وقت یه کسی که نمیدونه یه برداشت دیگه میکنه. بنابراین باید در جای خودش اینا رو خدمتتون بگم. لذا شما یه مرحله رو، یه پلی رو جهش کردید، از زبان رسیده، حالا من نمیگم در انتهاش به وجوده، ولی رسیده به سطح عمیق‌تری در جریان قرار گرفته. و اینا درسته، یعنی اینا این مراحل بایستی طی بشه و مطمئنن از زبان باید انتقال پیدا کنه.